آی پوربرغی، به عنوان یک سینماگر مستقل، وضعیت سینمای مستقل خارج از ایران رو چطور میبینید تو 2 سال اخیر، چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ شرکت در جشنواره‌های مختلف؟ ببین، حالا من اختصاصا ترجیح میدم که در رابطه با 2 سال اخیر میشه گفت 2 سال اخیر یک مسیر خب خیلی با شکوهی رو داشته سینما مستقل، همینطور که میبینیم موفقیت های خیلی ارزنده ای رو ما کسب کردیم توی 2 سال اخیر. ولی این سینمای مستقل ماحصل چندین سال با تلاش های فیلمسازهای مستقله که به این مرحله رسیده و واقعیتش متاسفانه من گاهی وقتا میبینم که فراموش میشه یا اصلا بیان نمیشه که چه تلاش هایی قبلتر تو سینمای مستقل گرفته شده، چه کسانی بودن، چه فیلم هایی بودن، چه مسیرهایی رو باز کردن که امروز روز ما میتونیم انقدر سینمای مستقل ایران رو با شکوه ببینیم و این حجم از موفقیت واقعا بی سابقه است. و من خودم خیلی خوش میدم به سینمای مستقل ایران که حالا میشه موفقیت های چه در تولیدش رو نام برد، چه در اختصاصا حالا جشنواره ها که خب میبینیم هر سال هم پربارتر از سال گذشته میشه. در کل به نظر من اتفاق خیلی خوبیه و خیلی موفقیت آمیز سینمای مستقل توی 2 سال اخیر که گذشته. با توجه به اشاره که کردیم به تاریخچه سینمای مستقل، روند تولیدات سینمای داخل و تحت قوانین جمهوری اسلامی و خارج رو چطور میبینین در آینده؟ فکر میکنین که چطور پیش خواهد رفت این دو مسیر سینمای مستقلی که داخل ایران و خارج ایران وجود داره؟ ببین، سینماگرای مستقل حالا اختصاصا داخل ایران رو میتونیم ابتدا صحبت کنیم، همانند مردم من فکر میکنم از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کردن و واقعیتش هم تو که میبینیم امسال سال گذشته فیلم هایی داریم تولید میشه که تو قدم اول بسیار شجاعانه و تو قدم بعدی میبینیم که تلاش بر اینه که زندگی واقعی مردم ایران رو به تصویر بکشن. برای همین من خودم صادقانه میخوام بگم خیلی خوشبینم به ماجرا و هم برای داخل هم برای خارج، همینطور که خب این اتفاق داره برای جامعه جهانی هم میفته که آقا دارن متوجه میشن که خب سینمای مستقل ایران تا الان اگر جایگاهی پیدا کرده به خاطر گذشتهش بوده و همین الان متوجه شدن که آقا این سینمای جایگاه ویژه خودش رو داره و فکر نکنن که این سینما سینمای متعلق به حاکمیته، این سینما متعلق به افراد مستقله که با تفکرات مستقل دارن فعالیت های مستقل میکنن. شاید قبلتر جوامع بین الملل موفقیت های فیلم سازای مثل آقای کیارستمی یا آقای پناهی یا آقای رسولوف شاید خیلی به مفهوم سینمای مستقل نمیدیدن، بیشتر به مفهوم همون سینمای ایران میدیدن که خب شما چند دقیقه مثلا در مورد سینمای ایران هم تحقیق کنید با توجه به اون حجم پروپاگاندایی که رژیم داره، سینمای ایران تو برخورد اولیه در سالهای گذشته میرسید به سینمای حاکمیت. برای همین تصور برای این نبود که آقا این فیلم هایی که داره این موفقیت ها رو کسب میکنه مربوط به افراد مستقل و تفکرات مستقله. از همین رو الان خوشبختانه میتونم بگم تو چند سال اخیر این ماجرا هم داره خیلی برای جوامع بین الملل واضح میشه و متوجه میشن که نه، یک سینمای دیگری به جز سینمای مسلط حاکمیت وجود داره که خب افراد مستقل با نگاه های مستقل هستن که دارن این سینما رو جلو میبرن. بپردازیم به سینمای مسلط حاکمیت. به قول شما، جشنواره فجر رو توی 2 سال اخیر چطور دیدین، هم به لحاظ کیفیت فیلم ها هم به لحاظ تامین کننده های مالی این فیلم ها چه تغییراتی داشته؟ ببین، واقعیتش من تصورم بر اینه که ارزش گفتگوی ما خیلی بیشتر از اینه که بخوایم نسبت به این گدرینگی که هر سال سخیفتر از سال گذشته میشه و همه چی توش هست جز سینما بخوایم در موردش گفتگو کنیم. من واقعیتش حالا در حد اخبار و حالا اتفاقای میشه گفت با نمکی که میفته که حالا افتتاحیاش یا افتتامیاش هر سال
هر از گاهی خبراش رو تو فضای مجازی میبینیم، در این حد پیگیری میکنم، اما واقعیتش هیچ، چون این دور همیه اینا هیچ ربطی به سینما نداره، بیشتر همون بلنگوییه که دارن از موقعیت این فستیوال به گفته خودشون هم استفاده میکنن که دوباره حرفای تکراری که دیگه گوش مردم پر شده. و خب خوشبختانه میبینیم که تو این سالهای اخیر خصوصا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، میبینیم که خیلی راحت دیگه مردم رد شدن و دیگه فقط همون عده قلیل طرفدارای خود سیستم من که همچنان گوشاشون خوشحال میشه از شنیدن این حرفا. به عنوان یک کارگردان مستقل فعالیت خود شما چه تفاوتی داشته در داخل و خارج از ایران؟ و الان هم اگر که میشه به ما بگید که مشغول چه پروژه‌ای هستید؟ ببین، کار کردن، مستقل کار کردن، حتی خب این خیلی واقعیتش ما الان خیلی راحت داریم از کلمه مستقل هم استفاده میکنیم، این خب خیلی خیلی جای بحث داره، من خودم خیلی سعی میکنم با احتیاط از این کلمه استفاده کنم، اما چون خیلی میشه گفت ساعتها میشه در رابطه با اینکه تعریف اختصاصا سینمای مستقل ایران که خب خیلی متفاوت تر از اون تعریف بین المللیش هم هست میشه در مورد صحبت کرد، اما حالا اینکه چه سختی هایی داره، چه چالش هایی داره و چه لذت هایی داره، حالا اینجوری هم میشه گفت، من تفاوت خب میشه گفت عمده ای میبینم و اونم مثل ما بقیه تفاوت هاست. ما در یک سیستم دیکتاتوری فیلم مستقل ساختن، حالا من به عنوان یک فیلمساز جوان که سعی میکردم بیشتر هم تمرکز خب روی فیلم کوتاه داشتم وقتی که تو ایران داشتم فیلم ساختم، خب خیلی چالش های عجیب غریب و سختی پیش روی توه، چون تو داری در یک دیکتاتوری میخوای مستقل حرف خودتو بزنی و نمیخوای به قولی تن بدی، که اونم باز میبینیم این سالهای اخیر باز هم با تلاش های فیلمسازای مستقل این مسیر هم حتی سختتر شده که بتونه، البته که این سخت شدن همش داره از مبارزه میاد، همش داره از میشنویم میدونیم و متاسفانه میبینیم که چه مقدار فیلمسازا رو در تایم های مختلف زندان میندازه، حالا نه تنها سینما، میتونیم از هنرمندای مختلف تو عرصه های مختلف هنری هم نام برد، ما همین الان خواننده های عزیزی رو داریم که در زندان، توماج صالحی و مهدی یراحی و عزیزان دیگری که خب شما خیلی بهتر از من هم شاید بشناسیدشون، و همه این از من فکر کنم همه این بچه ها در یک مسیر، چه سینماگر چه غیر سینماگر چه حتی شاید گفت مردم، مردم هم در این مسیری که آقا ما میخوایم تفکر به قولی همون هشتگ زندگی نرمال، زندگی نرمال به نظر من تعریفش برمیگرده به زندگی مستقل، تفکر زندگی خودتو داشته باشی، کسی برای تو تعیین نکنه که چه کنی چه نکنی، به چی فکر کنی به چی فکر نکنی، که حالا دیگه بیایم برسیم به مثال به چی بپوشی چی نپوشی، اینا همه به نظر من ریشه در هم دارن، و خب در این که یک حاکمیتی روی کاره که تمام هدفش اینه که این استقلال رو از مردمش، از هنرمنداش، از همه افراد جامعش بگیره، کار کردن مستقل خب خیلی کار سخت، و خب الان اگر میبینیم این چنین فیلم های مستقلی ساخته میشه که واقعا یه روزی آرزو بود که توی فستیوال های بین المللی مثل فستیوال برلین ما مثلا یک فیلمی مثل کیک محبوب من ببینیم، و میبینیم که الان با تلاش های بسیار، با شجاعت های بسیاری که تولید کننده ها انجام دادن نسبت به این فیلم، الان ما داریم این فیلم تو عرصه بین المللی میبینیم، و خب این خیلی خوشحال کننده، این نشون میده که ما داریم قدم به قدم جلوتر میریم، و من مطمئنم که اون اتفاق هم که همه منتظرشین میفته. در رابطه با مستقل کار کردن در خارج از ایران، خب بیشترین چیزی که شاید چالش پیش رو باشه کلا فیلمسازی خارج از ایران برای ایرانیان و مهاجر بحث تأمین مالیه، خب این تأمین مالی از طرق مختلفی اتفاق میفته، اما خب خود فیلمساز، حالا من شخصا هم تو خودم نظر میدم، نمیتونم کسی دیگه نظر میدم، به شخص خودم در تلاشم که این تأمین مالی در مسیری باشه که نخواد اون استقلال فکری منو بگیره و نخواد تحت شعای موقعیتی قرار بگیره که من اون استقلال فکری رو نداشته باشم، اما خب سختره و حمایت های خیلی بیشتری میشه، و اینکه خب مسیرهای بیشتری هم هست برای رسیدن به اینکه تو بتونی یک فیلم مستقل بسازی.
در رابطه با فعالیت خود منم که سوال کردین، صرفا برای اینکه سوالتون بی جواب نمونه، میتونم چی بگم که در روی پروژه چند سالی داریم کار میکنیم و امیدواریم که امسال بتونیم این پروژه رو به مرحله تولید برسونیم و به شنو ارائه بدیم. موسیقی